از اشراط ساعه و نشانه های وقوع قیامت بحث می کند و دنبال آن سخن از شهادت زمین و تمام اعمال آدمی آمده است. در بخش سوم از تقسیم مردم به دو گروه نیکوکار و بدکار و رسیدن هر یک به اعمال خودش سخن می گوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که جنبانیده شود زمین و جنبانیدن سختش، زمین خالی هم اگوان بار جنبش از بیخ میکند و ایتونه. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که جنبانیده شود زمین و جنبانیدن سختش، و اخرجت الارض اثقالها، و بیرون آورد زمین اثقالها، بارهای گران خود را، بارهای گران خود را زمین چی میکرد؟ بیرون بکشد. زمین چنان شور بخورد که بارهای گرانش که همان انسانهای مدفون در اوست او بیرون براید. بنام به این بارق هم میشد که واخرجت الارض و قالا، یکی از زمین انگامی که به علم و تکنولوژی معاصر انسانها چی بکنه؟ شور بخورد. ایتو شور بخورد که و اخرجت الارض و از قالها، و بیرون بکشد زمین بار گران خود را. در قعرهای بحر، بحرها متر پایین تل استخراج بکند و ازارها متر پایین چیزایی است که او را بیرون بکشد. این از علایمی چیست؟ قیامت است. ارض که چنین کارا شروع شد، بفهمید که دنیا چی میکنه؟ سقوط میکنه، دیگر دنیا از بین میرود و فعلا آثارش عملا دیده می شود. و اخرجت الارض و اثقالها، و اگر به قیامت برمی گردانیم، بنان بار گران شما انسان است او را بیرون بکشد. و قال الانسان ما لها، و بگوید انسان چی شده بر آن؟ ما لها، چی شده بر آن؟ یوم ایذن، در آن روز تحدث اخبار، بیان کند زمین خبرهای خود را، زمین خبرهای خدا یک با یک بیان بکند. بی ان ربک او حالا، به سبب آن که پروردگارت حکم کرده به زمین که چنین کاری بکند. پروردگارت به زمین حکم کرده که سخن بگوید و شهادت خود را ادا بکند. یوم ایدن، آن روز، یستر الناس، بازگردن مردمان، اشتاتم گروه گروه، لیرو اعمالهم، تا ببینند، تا نشان دهند جزای اعمالشان دار، تا ببینند نامه اعمالشان دار. مردم گروه گروه می شود، لیرو اعمالهم، تا نشان داده شوند اعمالهم، جزای اعمالشان دار. فمن یعمل مثقال ذره، پس کسی کرده باشد یک ذره نیکی، ذره خیر یره، یک ذره نیکی، یره او ببیند آن را، یک ذره نیکی کرده باشد او را می بیند. خود نیکی چوه؟ نیکی که بعد از تصحیح عقیده باشد. عقیده گنده باشد، نیکی ها به درد نمی خورد. ذرت خیر یره، و من یعمل مثقال ذرت شر یره، و هر که کرده باشد و مثقال یک ذره بدی یره، او را هم می بیند. به اندازه ذره کوچکترین عنصر است که در ذهن ما شما می گردد و مطابق با واقع. در عرب ها این می رو مشناختم که عطاو می آبند، اما تو یک جلجله که می دیدن او را ذره می گفتن. امروز به اندازه اتم هم چیزی کرده باشی، الله چی می دهد؟ بدبیر می دهد. بنام سوره هشدارش برای یک انسانی که باید بفهمند و درک بکنند که نباید مخالفت با دین صورت بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. سورة مباركة عاديات الجملة سورة هاي مكي است، دراي 11 آية 1 ركوع، در ترتيب مصحف صدوم سورة است، ودر ترتيب نزول 14 سوره است بعد از سوره مبارکه العصر نازل گردیده. موضوع سوره مبارکه بیان عظمت مجاهدان است که به خاطر اعلای کلمت الله و صفوف و دشمن یورش میبرند. بسم الله الرحمن الرحیم. و العادیات ضبحا،
قسم به اسبانی که دونده نفس زنان به میدان جهاد به پیش می روند. فالموریات قدحن و قسم به اسبانی که آتش براوردن از نعلش. فالمغیرات صبحا پس قسم به وارد کنندگان هنگام صبح تیورش می برند بر صفوف دشمن. فاصب نبیه نقم پس برانگیختند به آن غبار و در نتیجه بر دشمن تافتند. فوسط نبیه جمعن پس در آمدند در آن وقت در میان سپاه دشمن. ان الانسان لربه لکنود مسلما انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس و بخیل است. و العادیات ضبحا قسم به اسبان دونده نفس زنان به مسیر چی؟ به مسیر جهاد که در بابین صفوف دشمن رخنه می کنند. سوگن با آن یورش کرده که سرشار از خشم که بر ضد دین صورت گرفته نفس زنان یورش می برند به صفوف دشمن. سوگند به آن آتش افروزانی که در نتیجه یورش در بطن دشمن داخل می شوند و آنها را آتش باران می کنند. فالمغیرات صبحا و سوگند به آن تجارت آوران صبحگاهان که در نتیجه بر دشمن تاختند و در اثر این غارت و یورش در میدان نبرد همچون طوفان از غبار مبدل ساختند. و اثر نبیه نقعن و با آن یورش غبارین در میان جمع دشمن فرود آمدند. بنان یک تعبیر اگر بگیریم و العادیات ضبحن قسم به اسبانی که نفس زنان به جهاد به پیش می روند و مجاهدان را حمل می کند. والعادیات ضبحا اگر خود مجاهد را می گیرند سوگند به آن یورش بردگان سرشار از خشم که بر دشمن دارد نفس زنان یورش می برد. فالموریات قدحا به اثر برخوردشان با سنگهای زمین از سمهایشان جرقه بلند می شود. یا فالموریات قدحن اموز شمشیرهایشان که بر سر دشمنانشان حواله می شود یک جرقه را ایجاد می کند. فالمغیرات صبحا پس قسم به غارت کنندگان هنگام صبح که یورش می برند. فاثر نبیه نقن پس برانگیختند به آن غبار که در نتیجه آن بر دشمن تاختند. فوسط نبیه جمعن پس در آمدن در آن وقت در میان سپاه دشمن. به این مجاهدان و به این وسیله ابزار جهادیشان سوگند ان الانسان لربه لکنود مسلما انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس و بخیل است. معنای چی گپ شد؟ سوگند به اون مجاهدی که به موز جرقه آتشین خودش با شمشیر خود دین در این میجا بر تو رساند. سوگند به اون مجاهدی که صبحگاهان به سرزمین دشمن حرکت کرد و بیرق اسلام را در اونجا به احتضار آورد. و سوگند به اون مجاهدی که به اساس او غباری که بلند کرد و صفوف دشمن را از بین برد و در مابین صفوف دشمن اسلام را گسترش بخشید. آلی ما تو مفت مسلمان هستیم، مفت مسلمان، نه جای جهاد رفتیم، نه زحمت کشیدیم، نه تلاش کشیدیم، هیچ کاری نکردیم. ان الانسان مسلم انسان قرن بیست لربه لکنود به پروردگارش بسیار ناسپاس است، بسیار بخیل هم است. بخیل چرا است؟ اونو ایدین از مکه در ایجا آورد، تو حد اقل به اولادت نشان نمیدی، بخیل نیستی. اونا از کجا آورد و تو در خانه تو رو یاد نمیدی. اونا از کجا آورد تو در مسجدت به مردم نمیدی. اونا از کجا آورد تو در کشورهای اسلامی تطبیق نمی کنی. این بخیل نیست؟
پرسان بکنه خوبترین نظام کدام نظام است؟ اسلام. پس چرا این مفت آمده اسلام؟ این اسلام خب بواسطه این تو جهات ها آمد، بواسطه این تو جرقه های شمشیر آمد، بواسطه این تو شمشیر های آمد که یقین در وسط دشمن برق اسلام را بلند کردن. پس ما تو چی کارم؟ از خاطر الله میگه ان الانسان لربه لکنود، به شک انسان در برابر نعمت پروردگارش بسیار بخیل و ناسپاس است. و انه على ذلك لشهید، و به حق خود او به این ناسپاسی گواه است. خودش هم گواه است، یعنی ولی ما شما گواهی نمیده، خود ما گواهی میدهیم. و انه لحب الخير لشدید، و مسلما آدمی به دوستی مال، لحب الخير به دوستی مال لشدید على قمند است، بسیار علاقه شدید دارد. ریات ذبحن، سوگن با آن یورش گران سرشار از خشم که نفس زنان یورش میبرند. فالموریات قدحن، و سوگن با آن آتش افروزان که در نتیجه یورش بر دشمن را زیر آتش باران قرار میدهند. فالمغیرات صبحا، و سوگن با آن غارت آوران صبحگاهان که در نتیجه بر دشمن تاختند و در اثر این غارت و یورش میدان نبرد را همچون طوفان به غبار مبدل ساختند. فوسط نبیه جمع، فاثر نبیه نقا، و با آن یورش غبارین در میان جمع دشمن فرود آمدند. فوسط نبیه جمع، بعد در میان دشمن در آن وقت در سپاه دشمن جای گرفتن و قرار گرفتن. ان الانسان لربه لکنود، مسلما انسان در برابر نعمت های پروردگارش ناسپاس و بخیل است. و انه على ذلك لشهید، و به حق خود به او گواه است. و انه لحب الخير لشدید، و مسلما آدمی به دوستی مال علاقه شدیدی دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیداند وقتی که برانگیخته شود از قبرها؟ ما فی القبور، آنچه که در قبرهاست. و حصل ما فی الصدور، و ظاهر کرده شود آنچه که در سینه هاست. ان ربهم، به حق پروردگارشان، بهم به ایشان یومئذین، در آن روز لخبیر آگاه است. هر گونه پروردگارشان با آن اعمال که می کند و در کجا حضور دارد خبردار است. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. سوره مبارکه القارعه جمله سوره های مکی است، دارای 11 آیه، یک رکوع در ترتیب مصحف 101 آیت سوره است و در ترتیب نزول 30 سوره است بعد از سوره مبارکه قریش نازل گردیده. سوره مبارکه به طور کلی از معاد و مقدمات آن سخن میگوید که با تعبیرات کوبنده و بیانات تکان دهنده و انذارهای روشن انسانهای خفته را از خواب بیدار میکند و سرانجام انسانها را به دو گروه تقسیم میکند: گروهی که اعمالشان در ترازوی عدل الهی سنگین است و زندگی رضایت بخش در جوار رحمت حق نصیب شدند، و گروهی که اعمالشان سبک و کم است و سرنوشتشان عادت دوزخ سوزان است. نامگذاری سوره از آیه اول گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، آن حادثه سخت کوبنده. قارعه از قرع به معنای کوبیدن چیزی بر چیز دیگری است، به گونه‌ای که صدای شدیدی از آن بلند شود. القارعه، آن حادثه سخت کوبنده. ملقاره چیست آن سخت کوبنده؟ و ما ادراک ملقاره، و تو چی میدانی که چیست آن کوبنده؟ آن کوبنده یوم یکون الناس، روزی که باشند مردم کالفراش المبسوس، مانند پروانه ها پراکنده به هر سو میدوند. کالفراش المبسوس، مانند پرنده ها به هر طرف میدوند. یکان ما پرنده ها را بگذارین که داخل سرشوین تیت میشه، یکی به شرق میره یکی به غرب میره. و تکون الجبال کلاهن منفوش، و میگردد کوها مانند پشم رنگینی نظافی شده. فاما من ثقلت، در آن روز کسی را که گران شد موازینو ترازوی اعمالش،
فهو فی عیشت راضیه، پس او در زندگی خوشنود خواهد بود. و اما من خفت موازینه، و اما کسی که سبک شد ترازوی اعمالش، فاموه هاویه، پس پناهگاهش دوزخ است. فاموه هاویه، ایجا فاموه میگرد و خاطری که ام به معنی مرجع است. طفله که شور بطی باز میگه مادر جان، زیر امو طرف پناهگاهش است. فاموه هاویه، ای هم مرجعش از این حالت به حالت دیگری همانا آتش دوزخ است. و ما ادراک ماهیه، و تو چی میدانی که چیست ما چیست اوی هاویه؟ نار حامیه، آتش سوزان است. تو چی میدانی که هاویه چیست؟ نار حامیه، آتش سوزان است. الله جل جلو ما شما را از او عذاب نجات بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سوره مبارکه تکاثر از جمله سوره های مکی است، دارای 8 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 102 سوره است و در ترتیب نزول 16 سوره است. بعد از سوره مبارکه کوثر نازل گردیده. سوره مبارکه چگونگی حال و موقعیت واقعی انسانها را شرح می دهد که پشت به آخرت کرده مشغول دنیا فانی بودند و از احوال قیامت خبری نداشتن، آن را اصلا به یاد خود نمی آوردن. بنابراین سوره مبارکه احوال قیامت را، جزای نیکوکاران را واضح می سازد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر، مشغول کرد شما را از یک دیگر فزون طلبی مال، فزون طلبی در مال، حتی زرتم المقابر تا آن که رسیدید به گورستان. فزونی مال شما را هلاک ساخت و مشغولتان کرد. ای فزون طلبی را چنان پیش بردید تا ای که سر مقبره ها آمدید و در اوجا هم حساب کردید که از ما چقدر کشته شده، از تو چقدر کشته شده است. عرب های بدبختی کارم می کردن که به خاطر مال یک دیگر را می کشتن، باز می کشتن که از تو زیاد کشته شده یا از ما زیاد کشته شده. سر کشتگان خود افتخار می کردن. سوره مبارکه نازل شد که مردم را بفهمند که به خاطر مال و جان و به خاطر چیزهای مادی نباید یک دیگر خود را بکشن. و این فزون طلبی شما را هلاک کرد، از اهداف بلند شما را کنار زد. بنابراین سوره دعوت میکنه به چی؟ به اصل هدف که امانت در دین زندگی کردن است. سوره مبارکه در حقیقت برای ما شما رد میکنه قبول کردن مفاهیم خود ساخته‌ای که امروز عنوان می‌شود به نام قوم و نژاد و سمت و تنظیم و اینی چیزایی هستن که میگه این هلاکتان ساخت و برنامه اصلی را فرو گذاشتن. به مسلمان ها بگو احزاب اسلامی را به خاطر چی جور کردی؟ از پیش بسان بکنه فلان است و بودستان است اسلامی است؟ یک روز به خاطر اسلام آواز را بلند کردی؟ شما دیدین که جناب آیالی یک روز بیرون برامونه که چرا قرآن کریم این تو شد؟ اینا اینطوریش خم مردم هست. باز که بیرون میبره چی هستن؟ پوانتون بگم یا دانشگاه بگم؟ سرزی باز بیرون میبره. صحیحشون؟ یه طوریش خم مردم هستن. اصل گفت کسی بلند نمی کنن. نامتن مسلمان میمونه. حلاکتان ساخت فزون طلبی مال به عنوان دین یا به عنوان غیر دین. حتی زرتم المقابر، جایی که سر گورستان های یک دیگری هم رفته، قهرمان های بیمعنا، کل دین دنیا را خراب کرد بازم قهرمان شد. از برای خدا پرسان بکن، هر جا وجب وجب مجاهدان را کشتن، هر جایی که بری چنان ظلم کرده او سر جمع را شد فتی برش دیگر را کن کنی. حتی زرتم المقابر، جایی که مقبره ها را زیارت کرده. این سوره در حقیقت برای ما این هشدار میده که این القاب او سپرد و به القاب اصلی ملتفت شد. ما چی کردیم؟ به خاطر که دشمنا خوب میفهمیدن که این سوره اگر پیامش داده شود و بردان باز میفهمد، باز این سوره را گرفت به نام سوره مرده. این را با سر بدبختا خواندن در خانه که باز بریم، باز 40 روز یک نفر که میمورد
40 روز بعد هر شام دیگر نان تلخ و بسیار خوبش رای میکنم با ملا صاحب. او میخوره میخوره باز دیگر روز میگه که صاحب چی گفت است؟ ولی یک اولادای ما که است به اصطلاح ما از پدر مانیم 8 نفر چند روز از 40 کم میشد اگر 8 بچه داشت یا دختر داشت نمیفهم که هیچ بچه و دختر یک رقم حساب میکنه یا جدا و مدام هر قش باز کم میکنه. اگر 4 داشت 4 دان کم میشه، اگر 7 داشت 7 کم میشد، بعد از اون با 40 جور میشد. به هیچ دیگه عنوان میکنه که خب چی است این اقا روزها یک مار در پیش از این مرده میرفت. وقتی که ایره میگذید با شام که نان تلخ رای میکرد بس این مار گم میشد از پیشش. در چلومش به خاطر که این ماری که سری مرده میرد بسیار زیاد خطرناک میشد، یک علوای خوب شیرین پخته میکنند. باز ملای بدبخت بیدین این انگشت خواهده او گیت میمانند. باز میخوند 40 بار الهاک و متکاسر سرش 40 بار سرزو میخوند. بعد از آخرش که را خلاص کرد باز امو پتنسه که کده امو کاسه و ماسهش باز برش میده که یه هم از تو شد. از برای خدا ای دشمنی با قرآن کریم وی ای رقم چیزای بیمعنا و بیدین جور کردن و مردم هم باز دیگر میخوام دیگر بدان جدا سرش ملاحظه داشته باشین. و ارگاه کسی را شما را با چنین مزخرفات دعوت کرد برش بگو ولی اگر برم که این امیالی من را از مسجد بکشن بکش بیدینی است. و این سوره بسیار سوره با عظمت است. بیخ امیمی خودخواهی ها و قوم پرستی ها و تنظیم پرستی ها را میکند. الهاک و متکاثر حلاک و مشغولتان کرد فزون طلبی مال و قوم و ریاست و چی و چی حتی زورتم المقابر تایی که سر قبرها رسیدید. ابن عطیه رحمت الله علیه در اینجا یک کلمه جالب ذکر میکند میگه فزون طلبی شما را مشغول کرد 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 تا یک یکان رو سر قبر آمدی بر او جان باز امیر گندگی ها را خواستی. بس سر قبر که میرفتی تو خودتو میگویدی که خدای مرا این تو جابر انصار و شجاع مرا بگردان که در دین پا دفاع بکنم. او جان که رفتی باز گفتی خدای مرا کامیاب بکن چی در چی کامیابت بکنم این در امتحان کنکور این رقم دفاع را طرح کردی. در او جان گپای بسیار دنیاوی را مطرح کردی بچه بطی و دختر بطی مرض مرا گم کو خلنج مرا جور بکو حتی صرف من مقابر کلا سوف تعلمون چون این نیست زود خواهد دانست ثم کلا سوف تعلمون نه این فزون طلبی شما دوام میکند ثم کلا سوف تعلمون باز زود خواهد دانست کلا هرگز نی لو تعلمون علم الیقین اگر بدانید حقیقت کار را به علم یقین لترون الجحیم البته خواهید دید دوزخ را. ارگا به علم یقین اگر این موضوعات را بفهمین که شما پوچ آفریده نشدین شما یک خرد نیستین که در اقوام بگنجین شما یک خرد نیستین که در سمت بگنجین در ولسوالی بگنجین در ولایت بگنجین شما بسیار با عظمت هستین. الله این کل دنیا را برای تو آفریده تو چرا یک خود خرد میکنی؟ الله کل دنیا را برای تو آفریده و تو میگی نه من در این ولسوالی خود بند هستم تو بیرون برای بسیار بزرگ باید بوده باشی. کلا لو تعلمون علم الیقین هرگز نگر بدانید حقیقت کار را به علم یقین لا ترون الجحیم البته خواهید دید دوزخ را ثم لا ترونها البته خواهید دید دوزخ را. عین الیقین مستقیم.com تقدیم میکند دیدن ظاهر بدون شک به دیدن ظاهر بدون شک او را خواهید دید ثم لا تسالون یومئذ باز پرسیده می شوید در آن روز عن النعیم از نعمت ها در آن روزی که شما به علم یقین بفهمین که شما چی کاره بودین شما خلیفه های خدا در روی زمین هرگاه مخالفت کرده باشی لا ترون الجحیم باز میبینی دوزخ را یقینم که البته خواهید دوزخ را متو ظاهر ثم لا تسالون باز پرسیده میشوید یومئذ در آن روز عن النعیم از نعمت بزرگترین نعمت چی است؟ اسلام. و
فبذلك فليفرحوا. به می اسلام بسیار خوش باش که اول ازی پرسانت میکنم، از بچه و فرزند پرسانت نمیکنم، میگه با اسلام چی کردی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره مبارکه عصر از جمله سوره های مکی است، دارای 3 آیه، در ترتیب مصحف 103 و در ترتیب نزول 13 بعد از سوره انشراح نازل گردیده. سوره مبارکه به طور ایجاد اسباب سعادت و شقاوت را بیان می دارد و ارزش وقت را برای ما شما معرفی می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم به زمانه. قسم به زمانه، قسم به وقت. وقت به نهایت ارزشمند چیزی است. امام سید جمال الدین رحمت الله علیه میگه اسلام به وقت سخت ارزش داده، خب مسلمان او را به رسمیت نمیشناسد. اقا که ما بی اهمیت هستیم در رابطه با وقت، بنی بشر در کره زمین نخواهد بود. بی جای وقت خود تلف میکنه. نه وقت مطالعه ما معلوم است، نه وقت خواب ما معلوم است، نه وقت احوال پرسی ما معلوم است. یک گدوری در این مسلمان هست، الله اینا را هدایت نصیب بکنه. یک وقتی بود که من یکی از عربا بود، شیخ عیسی نام داشت، خداوند یه مطالق زنده باشد، الله حیات نصیب نشان بکنه، اگر شهید شده باشه الله ببخشش. عالم بسیار بزرگواری بود، الله عجیب علم به این نفر داده بود. بخاری و مسلم و قرآن کریم حفظش بود و عالم عجیب بود یقینا. من یک روز کسی رفتم یک حدیث از پیامبر از پیش پرسان میکردم، باز بر من گفت که 10 بجه بیا، من امرایت این بحث میکنم. من 10 بجه رفتم، دیدم که نیامد. یعنی فکر 10 بجه که شد بر من برامد، گفت که 10 دقیقه که تو پیش آمدی ما او را به وزویم اختصاص داده بودم، 10 دقیقه که تو پیش آمدی او به وزویم بود. بنام معذرت میخوایم، خوب دار که یه افغانا جور شده، سخت بی وقت مردم هستیم، هیچ ما وقت ارزش قائل نیستیم. حال عصر، قسم به این وقت هست، خود تیر میشم تو، تیر میشود. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خانمش برش نان بود، گفت بخور. بازو یک طرف کتاب دادست، یک طرف نان میخورن، گفت یک نان خوب بخور. گفت این زمانه خوب به سیوطی استاد نیست، زمانه در گذر است، تیر میشود. همین دو ماره ما شما فهمیدیم؟ ایش نفهمیدیم، ای تو تیر میشه سر ما شما. بنان والعصر، قسم به این زمانه، نه جوانی برات میمانه، نه صحت برات میمانه، نه پول و دارایی برات میمانه، کلش تیر میشود. این الانسان لفی خسر، بیگمان همه انسان ها در تاوان هستند، در تاوان هستند. تاوان چی رقم؟ یعنی اگر ما در یک مرحله هستیم، اگر ازی خوب استفاده میکنیم، بعضی که در بالاتر میرفتیم، اگر بیشتر استفاده از او کنم بالاتر میرفتیم. ای که در یک مرحله است، ای هم مرحله بسیار کم است. بر ما خداوند متعال بسیار چیزا باید میداد توسط از دین، ولی نشناختیم وقت خود را. الا الذین آمنوا، مگر آنانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و در پرتب ایمانشان کارهای شایسته ای کردن. هر با توی خود عمل بکنی، ایمان داشته باشی و اعمال صالح بکنی، باز قرآن چی میگه؟ و تواصوا بالحق، دیگر را با سفارش به حق کردن. قرائی کردن نشوشتن در کنج، رهبانیت را قبول نکردن، بلکه دیگر را توصیه به حق کردن. هر با توصیه به حق کردی، مردم دشمنت میشه. و تواصوا بالصبر، یک دیگر را سفارش بشی کردن و صبر کردن، حوصله و قوت انداد تا که جامعه را جور نکنی، ما شما بدبخت میشیم. بیاییم به جامعه کار بکنیم، بیاییم که امیر ما شما هستم، الله شاهد است. اگر شما تعهد بکنیم که ما بر دین کار میکنیم، خدا شاهد است که کابل جور میشه، ایمان داشته باشیم، الله شاهد است که افغانستان جور میشود. اگر سستی بکنیم که والله از دست ما خوشیز نمیرسد، خدا شاهد است که بدبخت میشیم. بنان یک دیگر را بیاییم توصیه با صبر بکنیم، توصیه با صبر بکنیم. تفسیر از قطن بگیرین، بسیار سوره جالبی است. به این وجاهت و کوتاهیش مفاهیم بسیار بزرگ را برای ما شما میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه الذی جمع مالا وعدده. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده. سوره مبارکه همزه از سوره های مکی است
از انسان سخن میگوید که متوجه مال و دارایی چیزایش شده و تمام ارزش های وجود انسانی را خلاصه میکند در چند نکات عجیب خودش. سوره مبارکه کسانی که اونها از اهداف اصلی، از ارزش اصلی خالی هستند و به اساس دنیایی که دارن به دیده حقارت به دیگران میبیند و انسانها را فقط ارزششان ارزش مادی است، الله این مردم ها را یکی به یکی بر ما شما معرفی میکند که متکبر و زشت و ایچه زشتی هستم که همیشه دیگر در تحقیر دیگر را خوش می شوند، در ذلت دیگر را خوش می شوند. الله این سوره را ایتو عنوانه که بدترین مردم، خرابترین مردم هستن که دیگر را ذلیل ببینند، دیگر را حقیر ببینند، دیگر را کوچک بشمارند. بنان در سوره مبارکه سرنوشت دردناک آنها را سخن می گوید که چگونه به صورت حقارت در آتش انداخته می شوند، چون در دنیا دیگران را حقیر شمردن. ایتو حقیرانه داخل میشن که آتش این بر قلبشان سرایت میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه، وای بر هر طعنه زننده لمزت نعیب جوی. ویل خوشناخته بودیم که به معنی وادی از وادی های دوزخ، یا ویل به معنی نفرین تبعید عن الرحمه، یا وای به معنی افسوس، افسوس به اون انسان که خدا نشناخته و در حقارت دیگر عزت خود را میبیند. ویلون لکل همزه، وای بر هر طعنه زننده. همزه و لمزه از دو صیغه مبالغه اولی از ماده همز در اصل به معنی شکستن است، زیر افراد عیبجوی شخصیت دیگر را چی میکنه؟ مشکناند. و لمزه از ماده لمز به معنی عیب کردن و عیب جویی نمودن است. این که هر دو واژه به یک معنا یا برای تأکید ذکر می شود یا جدا جدا است، علما نظریات می دهند. بنان اگر جدایش بکنیم، اولی به معنای غیبت و دومی برای عیب جویی می شود. یعنی که همزه کسانی که با سر و به دست اشاره و تحقیر می کنه یک انسان را، و لمزه کسی که با زبان عیب جویی می کند. ویل لکل همزه، وای بر هر طعنه زننده که با دست و سر و چشم یک انسان را تحقیر می کند. لمزه به هر عیب جویی که در پشت پرده یا یکان بار پیش روی یک انسان را توهین می کند. الذی جمع مالا، انسانی که جمع کرد مال را و عدده و شمرد آن را. مثل که قصه گذشته است میگه مشکل است مالا را جمع میکنن باز یکان بار به اختاو میکشن باز او را یک یک باز پس داخل خانهش میبرن. این انسان های عیجوی امی رقم در سر خود اقم مشغول است مانده موش واره، امی ذخیرهش است که هر روز حساب میکنه و میکشه و تمام روز در فکر امیست. و عدده و شمرد آن را، یحسب و گمان میکنه ان ماله و کمالش اخلده سبب جاویدانگی او خواهد بود. کلا چونین نیست که او میپندارد. دیون بدن نفل حوت همه و زودی پرتاب میشه در آتش خرد کننده. و ما ادراکه، و تو را چی دانند من حوت همه که چیست آتش خرد کننده؟ نار الله الموقده، آتش بر افروخته الهیست. التی، آن آتشی که تطلع علی الافئده، غلبه میکند بر دلها. ایتو آتشی که بر دلها غلبه میکند. در دلی دنیا که آتش برد خودم میمورد و در روجه نمیمورد. انها علیه مؤصده، مسلمن آن آتش بر ایشان از هر سو مؤصده بسته شود. بسته شده فی عمد ممدده، در ستونهای کشیده و طولانی. انها علیه مؤصده، مسلمن آن آتش بر ایشان از هر سو بسته شده. فی عمد در ستونها ممددت کشیده و طولانی. از هر طرف سرش آتش است، دیوارم آتش است، ستونم آتش است و کناره وجود ندارد. رحمان الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل،
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله المولانا العظيم. ترتيب النزول 19 سورة بعد سورة مباركة كافرون نازل گردیده. سوره مبارکه طوری که از نامش معلوم است اشاره به داستان تاریخی و معروف می کند که در سال تولد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی 570 میلادی به وقوع پیوست. در واقع خداوند متعال کعبه را که به اثر لشکرکشی عظیم کفار که از سرزمین یمن سوار بر فیل آماده بودند حفظ کرد. یادآوری این داستان هشدار است به کفار مغرور و لجوجی که با قدرت خداوند متعال میخواهند برزمند. و در حقیقت الله جل جلاله عظمت خود را و قدرت خود را و زبونی دشمنانش را به واسطه کوچکترین مخلوق خود ثابت می کند. می بینیم که ابرهه که والی یمن از طرف بادشاه حبشه شده بود به خاطر از این که دوستی خود را و ارادت خود را با حکومت حبشه تثبیت بکند و اظهار ارادت به مسیحیت بکند، کنیسه بزرگی را یا عبادتگاه و کلیسای بزرگی را جور کرد در یمن و به امپراتور وقت نوشته کرد که من میخواهم هم مردم عرب مسیحی شود و به ایجا بیایند و کعبه را ترک بکند. با امو دستور کلیسای بسیار بزرگی را یا عبادتگاه کلیسای بزرگی را احداث کرد و مردم را فراخواند که در آنجا باید عبادت را شروع بکنند. مردی از قبیله بنی کنانه با مجرد که از این موضوع خبر می شود در مابین از این عبادتگاه هایی که بر ضد کعبه جور شده بود کار می کند که گندگی و چتلی و دیوارهای از او را هم با آن ملوث می کند. وقتی که ابرهه خبر می شود بسیار قهرش می گیرد و از او بعد فیصله می کند که خامخا کعبه را از بیخوبان می کشد و بیرانش می کند و در جوابش مردم را به زور و یا هم به رضا به ایجا فرا می خواند که عبادت بکند. اما بود که حرکت صورت می گیرد با لشکر بسیار قوی خود که قوی ترین چیز حربی در او وقت فیل بود و در پیش روی لشکر او را هم قرار داده بودند. حرکت خود را آغاز میکنه تا به منا هم میرسن و در اینجا داستان بسیار بزرگ است. ما قوت نداریم که با جزئیاتش برش اشاره بکنیم، ولی عرب هایی که یا قریشی که اونها مردم های بودن که باید از کعبه مکرمه دفاع میکنن، او مردم هم فهمید که زور منا میرسد کعبه را ایلا کردن و ترک کردن تا به جایی که عبدالمطلب هم وقتی که میخوانشه که تو من حیث بزرگی از قوم از ما چی توقع داری؟ گفت توقع نیست که امو چندانه شطوری که اساکر تو از ما گرفت امو را برم رها بکنی. بعد برشمه که عجیب است، ما فکر میکنیم که تو بسیار کلانه از قوم هستی، با شخصیت آدم هستی، در فکر بزرگترین موضوعات بوده باشی که این راست بشیم بخواهی که کعبه را ویران نکنی و در دفاع مردمت مطالبه داشته باشی. بعد گفت که من مالک شطور هستم، مسئولیت شطورای خدا داشتم و مالک از خانه الله هستم. بنان اون مسئولیت نگه داشتش دارد. بنان هر کس که مالک شاید او را پرسان میکنند. بنان یک هشداری بود که برش داده شد، ولی به او هشدارا التفات نکرد. الله جل جلاله کوچکترین مخلوق خود را سرشان رایی میکند و با واسطه سنگ کوچکترین مخلوق و مانا گنجشک است سرزو بمباردمانش میکند و لشکرش را به باد فنا میدهد. بنان او موقعیت را قرآن بر ما اشاره میکند که در واقع میخواد که عظمت دین خود را و شعائر خود را و قوت نیروی خود را در مقابل دشمن جهت تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یاد آوری بکند که اگر چه تو ضعیف هستی،
بنان باز امو خدایی که مردمای متکبر و بزرگ را از بین برد و با واسطه کوچکترین مخلوقش از بین برد، الله هم تو را نحفظت است، ناصرت است و دشمنایت زبون میکند. بنان بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل؟ آیا ندیدی چی کرد پروردگارت به اصحاب فیل؟ ببین تعلیق رؤیت با کیفیت فعل است، یعنی چگونه عمل کرده شد به اصحاب فیل. الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل؟ آیا ندیدی چگونه عمل کرده شد به اصحاب فیل؟ ایتو نفرمود که چه کرد پروردگارت به اصحاب فیل، ما فعل ربک به اصحاب الفیل نگفت، بلکه چه کرد، چه عمل کرد پروردگارت به اصحاب فیل، تا که مسئله را بزرگتر در ذهن یک انسان مخاطب قرار بدهد. چه کرد پروردگار، چگونه عمل کرد پروردگارت به اصحاب فیل؟ الم یجعل کیدهم؟ آیا نگردانید نقشهشان را؟ فی تضلیل، در گمراهی. آیا نقشهشان را در گمراهی قرار نداد؟ چگونگی بیان نقشه و اضمحلال نقشه و کیدی که ابرها جور کرده بود او را هم بیان میکند. ما چگونه نقشهشان را در تباهی قرار دادیم؟ و ارسل علیهم طیرن ابابیل، و فرستاد بر ایشان طیرن پرندگان، ابابیل گروه گروه. ندیدی که پروردگارت چگونه عمل کرده به اصحاب فیل؟ آیا نگردد نقشهشان را فی تضلیل، در گمراهی و تباهی؟ و ارسل علیهم، و فرستاد بر بالایشان طیرن پرندگان، ابابیل گروه گروه. ابابیل به معنی گروه گروه هست، به معنی ایسی نیست که ما تعبیرش بکنیم که یا عنوان غچی را برش بتیم یا عنوان گنجشکای سو را برش بتیم، بلکه مطلق کوچکترین گنجشکا. هرچه معنی ابابیل است به معنی گروه گروه، فوج فوج. آیا ندی که پروردگار توسط کوچکترین پرندگان قوت بزرگ دشمن که فیل داشت توسط کوچکترین مخلوقش از بین میبرد؟ ترمیهم به حجارت من سجیل، که می افگنن بر ایشان سنگهای از گل پخته. فجعلهم کعصف مأکول، پس گردانید ایشان را مانند کاه خورده شده. الله جلجل به این پرندگانه کوچک کوچک و گروه گروه چنان بمباردمانش ترمیهم به حجارتین، که می افگنن بیرشان. هر یک پرنده 3 دانه سنگ حمل میکرد، 2 دانه در پنجالایش، 1 هم در منقارش، و از 3 دانش وقتی که منداخت چنان به شدت میخورد که به فرق یک عسکر میخورد از پایش پایین مبرامد، به این شکل که جای بجای کشته میشد. الله میفرمه که پس می افگندند به ایشان سنگهای از گل پخته، از گل پخته سرش منداخ. فجعلهم، پس گردانید ایشان را به واسطی از این بمباردمان کوچکترین مخلوق خود که گنجشکا است که عصف مأکول، مانند کای خورده شده. ببینن که مأکول در حقیقت وقتی که یک بار یک گوسفند کار را بخورد، بعد از او باز یک دم یک جای خود را مندازه، بار دوم او کار را بیرون میکشد و اثر دوم بار او را تکت تکت را دهن خود میکند. الله این مردم را چنان تکت تکت ساخت که مانند او کاری که یک بار خورده شده، یک بار به اسلام شیرازه او هسته بود خود را از دست داده بود. در حقیقت الله جل جلو با واسطه بیان از این داستان برای ما شما این تعبیر را داد و این فکر را داد که خداوند متعال از شعائر خود، از عظمت دین خود دفاع میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سوره مبارکه قریش از جمله سوره های مکی است، دارای 4 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 106 سوره است و در ترتیب نزول 29 سوره است بعد از سوره مبارکه 3 نازل گردیده. سوره مبارکه در حقیقت مکمل سوره فیل است که آیات آن دلیل روشن بر این مطلب است. محتوای سوره بیان نعمت خداوند متعال بر قریش و الطاف و محبت های اوست به آنها تا حس شکرگزاری را در بین قریش تحریک بکند و به عبادت پروردگار
که این خانه عظیم را برای اینها داده و شرف خدمتشان را نصیب کرده، به این موضوع باید پی ببرن و مخالفت نکنن با آخرین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. لیلاف قریش، از جهت الفت و انس قریش، ما هلاک کردیم بزرگترین قدرت وقت را که امان ابرهه بود که با اصحاب فیل یک جا آمده بود. ایلاف مصدر است به معنی الفت بخشیدن، که مراد ایجاد الفت بین قریش و سرزمین مکه است. ولان در لیلافی به معنی جعله که در سوره فیل است، معنی تو میشد که مجازات اصحاب فیل به خاطر این بود که قریش به این سرزمین الفت بگیرند تا مقدمات ظهور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مساعد شود. بنان لیلاف قریش، از جهت الفت و انس قریش به این سرزمین تا که مقدمات ظهور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به وجود بیاد، ما هلاک کردیم اصحاب فیل را. بنان ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف، الفتشان در سفرهای زمستانی و تابستانی است. ما این محبت را چنان در دل قریش دادیم با وقتی که سفرهای تابستانی و زمستانی را در سرزمین های شامات داشتند و به عباره دیگر بلد بودند به سرزمین خوب شام از حیث آب و هواش، از حیث میوهش، از حیث همه چیزش. خب ما با وقتی از اینها این مردم را محبت با این سرزمین دادیم. بناهم با این کلام می شود به خاطر تعجب باشد که متعلق به محذوف شود. عجیبو لیلاف قریشین، تعجب بکنن به محبت و انس قریش. ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، همان محبت و الفتشان در سفرهای زمستانی و تابستانیشان. باز هم تعجب است که این مردم به این سرزمین خوش الفت داشتن و از این کنار نرفتن. چرا کنار نرفتن؟ تا که زمینی مبعثت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تحقق پیدا بکند. از این خاطر فلیعبودو رب هذا البيت، پس باید بپرستید پروردگار این خانه را. چی میگه برای قریش؟ از نظر منطق این بود که شما باید از اینجا کوچ میکردین، ولی شما در اینجا نگه داشته شدین. برای چی نگه داشته شدین؟ به خاطر که با آخرین پیغمبر ایمان بیارید و در روشنایی شریعت از او. فلیعبودو رب هذا البيت، پس بپرستید صاحب این خانه را. الذی اطعمهم، ان پروردگاری که طعام داد شما را، من جوع، از گرسنگی، و آمنهم من خوف، و ایمن ساختشان را من خوف، از ناامنی. اینا را از ناامنی چی کرد؟ ایمن بخش، امنیت بخشان نصیبشان کرد. چی گونه امنیت نصیبشان کرد؟ و آمنهم من خوف، امنشان داد از خوف. در دیگر جای عرب دزدی، قتل، غارت، کشتار، همه چیز بود، ولی شما قریش پروردگار چی کرد؟ امن بخشید. به اساس چی؟ به اساس از این خانه. وقتی که در راه روان بودین، وقتی که مردم عرب میگه کی هستی؟ باز میگفتی که ما قریش هستم. باز میگه کسایی که اونها نگهداری و خدمت حجاج را میکنن. از این خاطر شما در امن هستین. که کاروانتون کسی غرض نمیگرفت، با شخصیتون کسی کار نداشت، بلکه نه تنهایی که شما به طرف شامات و قبایل عربی دیگری میرفتین، اونا با شما کمک هم میکردن. بنان یک تعبیر ای که اینها سفرهای زمستانی و تابستانی داشتن، در حقیقت این سفرهای تعاونی بود. مردم قریش وقتی که میرفتن، قبایل دیگری با این خانه کمک میکردن. بنان این نعمت دیگری بود با وقتی که این نعمت ها را شما به خاطر از این خانه میگرفتین. فلیعبودو رب هذا البيت، بنان در بدل شما عبادت بکنه پروردگار این خانه را. الذی اطعمهم من جوع، و ذات عظیمی که شما را از گرسنگی خلاص کرد و سیرتان ساخت و امنتان را، ناامنیتان را به امن تبدیل کرد. پس در حقیقت این سوره مکمل دعوات سوره فیل شد. اوجا خدا خانه را نگه داشت، ایجا کسایی که در خدمت خانه بود، الله او را نگاه کرد. این اردو به خاطر چی بود؟ به خاطر از آخرین شریعت شما چی بکنه؟
باید من حیث یک مسلمان و من حیث انسان‌های با هدف باید در زیر چتر زندگی بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. سوره مبارکه معون از جمله سوره های مکی است، دارای 7 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 107 سوره و در ترتیب نزول 72 سوره است. این سوره بعد از سوره مبارکه تکاثر نازل گردیده، در حقیقت صفات و اعمال منکران قیامت را در 5 مرحله بیان میکند که به خاطر تکذیب این روز بزرگ چگونه از انفاق از راه خداوند متعال کمک به یتیمان و مسکینان سرباز میزنند و چگونه در مورد نماز چشم پوشی میکنند و ریاکارن و از کمک به نیازمندان روگردان. بدان هدف سوره مبارکه در حقیقت باز هم رد او انسانها و تهدید او انسانهایی که به پروردگار عتیقانه ایمان ندارند و از جان خود شریعت خدا را جور میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، استفهام برای تعجب و تشویق است. ارأیت الذی، آیا تو دیدی آن شخصی را که یکذب بالدین، که دروغ میشمرد روز جزا را؟ دیدی آن شخص را که دروغ میشمرد روز جزا را؟ کسی گوید که نه. میگه فذالک، فهو ذالک الذی، پس آن کسی است یدعو الیتیم، که به اهانت میراند یتیم را. او انسانی که تکذیب کرد روز جزا را کیست؟ الذی یدعو الیتیم، کسی است که به اهانت میراند یتیم را. ولا یحض علی طعام المسکین، و تحریض نمی کند بر طعام دادن محتاجان. اول نکته خویی جاست که تعداد خیستن خانه خدا را ویران کردن با وصفی که خانه خدا را الله نگاه کرد. تعداد آمدن از این خانه استفاده کردن به خاطر منفعت‌های مادیشان، ولی برای اهدافی از این خانه ملتفت نشدن. بنان یک تعداد دیگری کسایی که این خانه را آباد میکنند در مقابل سفارایی میکند. او صفات از اون مردم را شما باید بشناسین تا که صاحب از این خانه را خوب عبادت بکنین و آنچه که صاحب خانه برای شما میارد او را مورد تعمیل قرار بدین. بنان آیا تو دیدی آن کسی که دروغ میشمرد روز جزا را؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس آن کسی است که به اهانت میراند یتیم را. زیرا یتیم را چرا اهانت میکنه؟ این خانه خدا وقت مورد عبادت قرار میگیره که یک تعداد به خاطر ارزش های از خانه خون خود را بدهد. بنان از پیش اولاد میماند، این اولاد را یک تعداد به اهانت رایی میکند. دوم نکتهش، ولا یحض علی طعام المسکین، تحریض نمیکند بر طعام دادن محتاجان. فویل للمصلین، پس وای آن نمازگزاران را. صفت سوم از این دوم از این مردمی که بر طعام دادن تحریض نمی کنند بلکه طعام دادن را منع می کند. مراد از طعام دادن این طعام دادن ما نیست که در هتل نان بده. طعام دادن به این معنا که در فکر یتیما، در فکر بیوه ها، در فکر مردمشان هستند. خوش خوش بر مردم می ده، نه که در هتل بده که خوش آن که اون اخو ما خونان می دهیم. ولا حض علی طعام المسکین، تحریض نمیکنه بر طعام دادن محتاجان. ما بر محتاج خود نان نمیدیم، بر رئیس و بر رشوت خور مردم نان میدن. فویل، پس وای للمصلین، آن نمازگزاران را. مسئله وای را ما بارها تفسیر کردیم. فویل للمصلین، پس افسوس و هلاکت با للمصلین، آن نمازگزاران را. کدام؟ الذی هم عن صلاتهم ساهون، الذین، آنانی که هم عن صلاتهم، که ایشان در نماز خویش ساهون غافل هستند. ابوالعالی می فرماید که لا یصلونها بوقتها، این مردمی که مورد نفرین خدا و خشم خدا قرار می گیرد در نماز خود غافل هستند. از چی غافل هستند؟ از وقتش غافل است. نماز را بعد از اینکه وقت میگذرد اینها می خواند، یا نماز شام و خصوصا در افغانستان باز نماز دیگر است. نماز دیگر را ما سخت به تأخیر مندازیم. دوم نکته که اتمام نمیکنه رکوعی از را. نماز میخونه خو رکوع پورا نمیکند.
اتمام نمیکنه تعدیل ارکان را. از هر کس که پرسان بکن تعدیل ارکان چیست، میگه واجب است. خب به ترک واجب چی میشود؟ میگه سجده سهو لازم میشود. خب در اینجا که تو هر روز ترک کده میری این چی است؟ باز میگه این واجب لغیرهی است. خب واجب لغیرهی بوده باشه خب یک دانه دو دانه، ولی تو در هر رکات تعدیل ارکان را رد کده میری و ایره قبول نمی کنی. یقینا ما میگم که با اندازه فساد در نماز که نمیشد به سجده سهو ایره پس پورا کرد، مگر اینکه یه نماز را صرف کنه. شیخ هم ممکن خود بگه سمع الله لمن حمده، این در سجده برسد. الله اکبر خود کاملا در سجده میگوید، بنان این نماز میشود. هلاکت باد و افسوس باد آن نمازگزارانی که ایشان نماز میخوانند خو از نماز خود غافل هستند. بنان تعدیل ارکان را رعایت نمیکنند، ادعیش خوب نمیخوانند. خوب است که الله جل جلو نگفت که عن صلاتهم ساهون، اینها از نمازهایشان غافل هستند. غیر از این بازی مکل ما شما داخل از بودین، چرا در نمازها فکر ما تیت می شود؟ غالبا ما در نمازها شرط می زنیم. پروردگار این حالت به ما ببخشد. خود در ظاهر مورد خشم خدا کسی واقع می شود که نماز را زود زود می خواند، بدون تعدیل ارکان می خواند و تسبیحات را در نماز ادا نمی کند. و یمنعون الماعون الذین هم یراؤون، چهارم صفت ادی مردمایی که اینا تکذیب به یوم الدین کردن، الذین هم یراؤون، آنان که ریا میکنن، چون اعتقاد با باور به روز آخرت نداره که ثواب را کی میده؟ الله میده. در فکر از اینا ایست که ثواب را کی میده؟ در حقیقت همه کسایی که اعمال ناشایسته و ظاهری مرا میبیند. از این خاطر علایقشان با آخرت قید است، با آخرت بند است و باور به او ندارد. بنان کل موضوع را سر ریای کاری مصرف میکنه و سر زی موضوع خوش میشود. الذین هم یراؤون، غافل هستند از چی؟ از روز آخرت. غافل هستند از نمازشان، غافل هستند از اعمال خوبه، به اساسی که ریاکارند. و یمنعون المعون، پنجم صفت، و نمیدهند معون را. و یمنعون المعون، منع میکنند معون را. معون را امام قرطبی 12 تفسیر برش میکند، ولی لفظش یک لفظی که ما بگویم معون از معن گرفته شده به معنای چیزی اندک، و یا هم از معون به معنای وسایل و اسباب، بعد علمان که بگیریم. بنان و یم نعون المعون، اینا چی میکنن؟ چون ریاکار هستن بلکها رو پر مصرف میکنن، در هتل به اصلاح خیراتا را جور میکند و مردم کارت میدن. وقتی که در موضوع شرعی را بخوانی که من میفهم عزیزم ماهانه 100 روپیه را بیتی و به واسطه از این 100 روپیه که ما جمع میکنیم میتونیم 10 نفر استادا را استخدام بکنیم برای اطفالتان که در مسجد درس میکنن، با سر 100 روپیه کمرش مشکنن، چون 100 روپیه خو کم هستن. اونجا 2 لک 3 لک روپیه را داده میتونن، در اینجا 100 روپیه را داده نمیده، یعنی مال کم را نمیده، حالا که ریاکاری باز لک ها را مصرف میکنن. یا به عباره دیگری در ریاکاری خوب پیش هستن، ولی در ماون یکان مستقسی میگه که این بلچه تخوبه تی کار دارم که به ها رسته کرد خدا جور میکنم، باز یک بلچه قیمتش 200 روپیه هستن، او را باز برش نمیدهد. یک پلاس تخوبه تی کار دارم که لینه جور میکنم، بازی را برد نمیده، ندنه که نمیده، با دیگران میگه که ببینی ما بعد ده ها بار گفتیم که به فلانه کس اینی چیزا نتیم، این تو خرابش میکند، این تو گمش میکند، این تو بی جای من دادشه. بایم نعون المعون، یکان با چمشه رو برای کسی نمیده، دیگه برای کسی نمیده، دیگه چیزای بیتا کوشه که برای کسی نمیده، کراشی رو برای کسی نمیده. بایم نعون المعون، چیزای کم ارزش و کم قیمت را که مسلمان ها غالبا با او سر کار دارد، از این منم میشان خوریای کاری بیشار بزرگ را میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سوره مبارکه کوثر از جمله سوره های مکی است، دارای 3 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 108 سوره است و در ترتیب نزول 15 سوره است. بعد از سوره مبارکه عادیات نازل گردیده. سوره مبارکه به طور خالص برای رسول کریم صلی الله علیه و سلم ارتباط دارد، مانند سوره دوحا و انشراح.
پروردگارش در مقابل غمهایی که در مقابل مشکلاتی که به پیغمبر خدا علیه السلام از طرف مشرکین مورد اصابت قرار گرفت، الله این سوره را برش می دهد. زیرا مستقیم.com تقدیم می کند. تعدادی از مشرکین از جمله شعاص بن وائل و عقبه بن ابی معید و امیر قام ابو لهب، این کسایی بودند که سردمدارای کفر و علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سخت موضوع گیری داشتند، تا به جایی که دیوانه برشان گفتن، ساحر برشان گفتن، مجنون برشان گفتن و القاب عجیبی را بر پیغمبر خدا علیه السلام زدن. نه تنهایی که یک خربه دیگر را هم کارا آمدن و گفتن که ببین یک بشرک داشت، او هم مرد، وقتی که بچهش مرد دیگر کته نیست که نسل از را تعقیب بکند، اهداف از را تعقیب بکند. مانند بسیار شاعر فلانه و فلانه فلانه واره یک چند روز زندگی کرد، باز گم شد، بگن کته آثار و ماثارش محو شد. شما هم بیغم بوده باشین، این کسی نداره که دیگه دروازه زیر خلاص بکنه. یک چند روز غالمغال شد، بعد از اون میمره که میمود اهدافش هم گم میشود. پیامبر خدا علیه السلام تویز که انسان بود، وقتی که این تبلیغات سرش یکی پی دیگر یکی پی دیگر سرش آمد، جگر خون شد و الله جل جلوی این عبارت را برش میدهد، این سوره را برش نازل میکنه و تسلی خاطر را برش میدهد و میفرماید که انا اعطیناک الکوثر، به حق که ما عطا کردیم برای تو الکوثر خیر کثیر را. در مقابل از خیر کثیر، فصل لی ربک وانحر، پس نماز گذار برای پروردگارت، وانحر و قربانی بکن. این نشان اکا هو الابتر، مسلمن که دشمن تو همان است دنبوریده و قطع شده. دشمن تو دنبوریده و دشمن تو خیری نداره که در عقبش که برش دعاگوی بوده باشد. در رابطه با ای که این آفاینا کلکوتر، ما بر تو دادیم عطا کردیم کوثر را. کوثر در اصلش خیر کثیر است. الله جل جلو میگه ای پیامبر، ما برای تو خیر کثیر دادیم. خیر کثیر یک عبارتش ایست که عمق انسانایی که نماز میخواند، الله را پرستش میکند، عبادت خدا را میکند، در حقیقت ثواب به پیغمبر خدا علیه السلام میرسد، زیرا او بود که برای ما شما این راه را نشان داد. این بزرگترین خیر کثیر است. خیر کثیر است که ما وقتی که خدای خود را عبادت می کنیم، بر پیغمبر خود درود می فرستیم، نماز که می خوانیم در اخیر نماز بر پیغمبر درود می گوییم و بعد از جمهور علما گفتن درود واجب است، این را ما می گوییم. بنابراین این خیر کثیر است. وقتی که مردم به طرف نماز خوانده می شود، به طرف دین خواسته می شود، در روجا می بینیم که نام پیغمبر خدا علیه السلام در پهلوی نام الله ذکر می شود و این هم خیر کثیری است. خیر کثیری است که الله جل جلاله به واسطه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جامعه انسانی را از گودال شرک و کفر خلاص کرد. این هم نعمت بزرگ الله جل جلاله. بنان خیر کثیر به معنای کوثر را به معنای خیر کثیر بگیم. هر آنچه که در تعبیرتان نیکی بوده باشد، الله جل جلاله برای پیامبرش داده. ولی یک شیء اختصاصی هم می شود که بعض علما که مراد از کوثر همان حوض کوثر است که الله جل جلاله ایره برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می دهد. این حوض کوثر در او وقتی که انسان ها به طرف محشرگاه می روند و سوال و جواب می روند، آبی وجود نداره، مردم از تشنگی داد می زند و پیغمبر خدا علیه السلام بر سر از حوض نشسته می باشد و برای مسلمان ها از آب می دهد. وقتی آب می دهد که کسی او را بنوشد، تا وقتی که به داخل جنت می شد، الله جل جلاله را تشنگی از انسان ها را ختم می کند. چگونگی صفات از جنت، از کوثر و همین رقم پیاله هایی که برای نوشندگان در اونجا گذاشته شده، صفاتش را که در حدیث پیامبر خدا علیه السلام می فهمیم، می توانیم بر مراجعه بکنیم به تفاصیل. و یک نکته دیوم که خیر کثیر را ترجمه میکنه، میگه سنت مداوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. این رقم سنت مداومه که این سنت نمشکند. و در دنیا شما عزیزا بروین، اشخاص را وقتی که انسان میبیند، میبینیم که سنت هایی که دارد، روندی که دارد، این روند ها
غالبا یک روندش قابل قبول است، روند دیگه زیر پای می شود. یا به عباره دیگر سلسله از صفات از او را مردم می پذیرد، خو یک سلسله صفات دیگر از او را مردم نمی پذیرد. ولی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کل چیزش مورد تعمیل قرار گرفته. شما یک نمونه نماز شب ببینید بعد می فهمید که عجیب است. پیغمبر علیه السلام به شکلی که نماز خواند خداوند متعال یک تعداد مسلمان را مثل که به او مکلفیت داده باشه که شما امو تاریخی پیغمبرم ضایع نکنین و باید بگیرید. نماز پیغمبر خدا دست باز خوانده یک تعداد مسلمان را الله به او تشویق کرده و او تاریخی پیغمبر را مراعات میکند. یک تعداد میبینی که کسی از را میخواه دستار سار سینه میماند. در حقیقت پیغمبر مانده، الله یک تعداد مسلمان را به او التفات داده، او رقم میمانه. یک تعداد مسلمان زیر ناف میگیرد، الله به او التفاتش کرده. بنان در زندگی که پیغمبر یک کار کرده، خداوند متعال امت اسلامی را به او ملتفت میگردانه که هیچ کار پیغمبر باید ترک نشود. بنان در اینجا انا اعطینا کالکوثر، ما برای تو دادیم سنت مداوم را، سنت مداوم را بر دادیم. هر آنچه که پیغمبر خدا کرد در مسلمان ها یک گروهش خامقا به او عمل میکند. از این خاطر بارها ما شما تقاضا کردم که به سنت پیغمبر استخفاف نکنید. شکر بکشین که خدایا چی پیغمبر بزرگی داریم که اگر ما یک کارش نمیتونم بکنم الحمدلله یک مسلمان دیگری میکند و این خیلی کثیر است. ان اعطینا کالکوثر، درود بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، این خیر کثیر است. الله جل جلاله ایرا نصیب مسلمانان کرده که ارگاه شما که یک کار خوب میکنین، آغاز یک کار میکنین، شما باید حمد و ثنا و درود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بگوین. در بدل ازی یک چیزی که بر ما الله میدهد که ارگاه که یک مسلمان به خداوند متعال چیزی میدهد، باز یک چیز از پیش میخواهد. بنا این طرف خیر کثیر را الله برش داد، این طرف یک چیزی برش میده که سپاسگزاری هم باید بکنی. فصلی لربک وانحر، پس نماز گذار برای پروردگارت. جگهت از این شکران نعمت، بزرگترین نعمت چی بکن؟ فصلی لربک، پس نماز بگذار برای پروردگارت. یعنی خیر کثیر را الله برش داد، هر کاری بکنی تو نمیتونی سپاس الله را و شکر از این نعمت را ادا بکنی جز اینکه نماز بخوانی. و همین خاطر است که ما شما در مشکلات خود و در خوشی خود این عطوی شما به نماز تجلیل میکنیم. خوبترین روز خوشی ما عید است، در اوجا هم چی میکنیم؟ نماز میخوانیم. میخوام روز خوشی خود را به چی بگیریم؟ به نماز و شروعش بکنیم. اینش مصیبت سر ما میه با هم سر نماز، مرده سر ما می نماز سرش میخوانه. از سفر من بسیار روز خوش است، در روزم چی میکنیم؟ نماز میخوانیم. بنان در هر بخش حیاتتون را یک بار ملتفت شوین، خوبی ما، حرکت ما، سپاس ما از نعمتهای خداوند ما تعلق به نماز، استقامت ما در مصیبت ها در مشکلات باز هم چی از نماز است. فصلی لربکن، بنا نماز بخوان برای پروردگارت. وانحر، و قربانی هم بده، قربانی هم بکن. این معنی که این نمازی که تو میخوانی ای خود سپاس از نعمت خدا را ادا میکنی، ولی برای تعمیم ازی، با گسترش ازی، برای مفاهیم ازی تو بچی بده قربانی بده. قربانی مال باید بده، قربانی وقت باید بده، قربانی اولاد باید بده، قربانی جان باید بده. وانحر، این نشانیک هو الابتر، هر آن دشمن تو همان است دم بریده و قطع شده. دشمن تو دم بریده است. در دنیا علی حساب ببینه کسی بگه که من اولادی ابو جهل هستم، کسی را گفته نمیتونه. کسی گفته نمیتونه که من بچه ابو کی هستم؟ بچه ابو لهب هستم. کسی گفته نمیتونه که من اصلانه و دستانه هستم. الله قطع کرد نسل از اینها را، از بین برد نسل از اینها را. ولی الحمدلله شما ببینین در هر کشوری که داخل میشن یک تعدادی هستن به نام سادات وجود دارن. و این یک پیامبر ما علیه السلام تا اینجا نسل گسترش پیدا میکنند. به نام خانواده حضرت ابوبکر شما پیدا میکنین، از ابوبکر صدیق پیدا میکنین، از حضرت عثمان پیدا میکنین، از حضرت علی را پیدا میکنین که خانواده پیامبر خدا علیه السلام است. بنان در حقیقت نسل از اونها قطع شد که تهدید میکرد پیامبر خدا علیه السلام را به بی اولادیش، و خداوند متعال این اصل را چی کرد؟ تعمیم بخشید، این اصل را گسترش داد.
در رابطه با اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و مسئولیت ما و شما در دفاع از اونها، در احترام برای از اونها، ایران بیان کرده بودیم و همچنین مسئولیت های اهل بیت پیغمبر هم بیان کرده بودیم که این رقم نمیشه به یک کسی که خود را نسبت میدهد به بزرگترین و پاکترین خانواده، بعد میبینیم که بیدین در او بوده باشه، رشته راشی در او بوده باشه، استخفاف و سنت به او بوده باشه و از همه کار بدتری که در سنگر دشمن قرار داشته باشد، در سنگر کسی قرار داشته باشد، در دفاع کسی قرار داشته باشد و در پهلوی کسی قرار داشته باشد که او با پیغمبرش دشمنی میکنه، پیغمبرش را توهین میکنه. بنان در حقیقت ما فکر میکنیم که اهل بیت پیغمبر نباشن، شاید اصل خود را برشان نسبت داده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. سوره مبارکه کافرون از جمله سوره های مکی است، دارای 6 آیه 1 رکوع در ترتیب مصحف 109 سوره است و در ترتیب نزول 18 سوره است بعد از سوره مبارکه معون نازل گردیده. رحم سوره نشان میدهد که سوره مبارکه در زمان نازل شده که مسلمانان در اقلیت بودند و کفار در اکثریت. آن حضرت صلی الله علیه و سلم را مورد سخت فشار قرار دادند و آن را به سازش وادارش میکردند. از این خاطر در شأن نزول میخوانیم که گروهی بزرگی از بزرگان قریش به خانه ابو طالب آمدند و عرض کردند که ببین به این برادرزادت بگو چرا با ما مخالفت میکنی؟ ما آماده استیم خوبترین زن عرب را برات به نکاح بدهیم، آماده استیم که تو را پیسه‌دارترین مرد عرب بسازیم، آماده استیم که تو را قائد و پاشای خود تعیین بکنیم. بنابراین کل چیز را برات میدیم، حد اقل به من خدایای ما بد نگو، یک سال تو خدای ما را عبادت بکو و یک سال ما خدای تو را عبادت بکنیم، به عباره دیگر ائتلاف میکنیم، مشکل خود حل میکنیم. این کار را گفت ابو طالب وقتی که پیام را برای پیامبر خدا علیه السلام رسانید و او مبارک گفت که قسم به خدا اگر آفتاب را در یک دستم و مهتاب را به دست دیگرم بگذارین، این امر را ما ترک نمیکن تا ای که خداوند متعال یا ما را از بین ببرد و یا آنانی که با این دین مخالفت میکنند. بعد سوره مبارکه کافرون را الله برش میدهد و چی خطاب بزرگ برش میدهد. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران. ما ایره گفته بودیم که ارگا در قرآن کریم کلمه قل ذکر می شود، گوشتان خلاص بکنه که پشتتر پیام بسیار مهم است، بسیار گفت مهم است و او را باید دقیقا و با فکر او را بگیریم. قل بگو یا ایها الکافرون، بگو ای پیغمبر، ای کافران. کافران چی؟ کافر نعمت ازی که در بزرگترین مقام شما قرار دارین، کافر ازی که الله از نسل شما پیغمبر را برتون باز چرا ما سپازیش میکنین؟ الله جل جلاله شما را کسای قرار داد که باید از دین دفاع میکردین و ملت ابراهیمی را پیشکش میکردین، شما ناسپاسترین مردم هستین. پس بگو ای کافران، ای انسانهای ناسپاس، لا اعبد ما تعبدون، آنچه شما میپرستید من نمیپرستم. لا اعبد، عبادت نمیکنم، ما تعبدون، آنچه که شما میپرستید. زیرا تفاوت در بین ما و شما بسیار واضح و روشن است. چگونه چیزی را پرستش بکنم که نه نفع میرسان و نه ضرر را؟ چگونه چیزی را پرستش بکنم که الله ما را با او مأمور نکرده؟ و به اساس نافهمیتان و جهلتان و خودخواهیتان، ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما عبادت کننده ای چیزی هستید که ما آن را عبادت میکنم. آنچه که ما عبادت میکنم شما او را عبادت نمیکنید. ولا انا عابد ما عبدتم، و نه ما عبادت کننده هستم در آینده آنچه که شما فعلا میپرستیدی. ولا انتم عابدون، و نه شما در آینده عبادت کننده هستید، ما اعبد آنچه که ما میپرستم. لکم دینکم ولی دین، بنان برای شما دین، بر ما دینم است و برای شما دینتان است. یک گفت که در این سوره او خویی است که الله جل جلاله به واسطه عزیز نزول عزیز سوره ائتلاف را ختم میکند، یعنی به مسلمان اجازه نمیدهد که در آن واحده مسلمانم بوده باشه و دموکراسی خیلم بوده باشه. این اجازه برش نمیده. یک چیز باید بپذیری، یا باید دموکراسی را بپذیری و یا هم باید اسلام بپذیری. این اردوش با هم خلط نمی شود، ممکن نیست که اردوش وجود داشته باشد، یک طرف نظام انسان شود یک طرف نظام خدا شود. در حقیقت این سوره بر ما ایره نشان میده. دوم نقطه ایره بر ما نشان میده که
نه آلی و نه هم در آینده در فکرت ای بوده باشه که در پهلوی کفر قرار میگیری و نه در آلی و نه هم در آینده در فکر از ای بوده باشه که کافر با تو را خواهد رفت. یه عدویش خطه میکنه، از این خطه میگه لا اعبود و ما تعبودون، نه فعلا میپرستم آنچه که شما میپرستید و ولا انا عابد و ما عبدتم، نه هم در آینده میپرستم آنچه که شما فعلا میپرستید، در آینده این کارو نمیکنم. ولا انتم عابدون ما اعبد، نه شما فعلا میپرستید آن ذاتی که من او را پرستش میکنم. ولا انتم عابدون ما اعبد، نه شما در آینده میپرستید آن ذاتی را که من میپرستم با این گدودی و با این بدبختی و شرک‌آلود عقیده تان. روی اساس یک تعداد لکم دین و کم ولی دین، برای شما دینتان است و برای ما دینم است. ای آیه را، ای سوره را منسوخ می داند با آیه قتال، زیرا در روز الله جل جلاله بر ما حکم کرده بود که شما با مشرکین برزنید و بجنگید تا که دین از آن خدا شود. ولی حق ای است که آیه سوره منسوخ نیست، بلکه سوره مورد حکم است. برای ما شما حکمش جاری است و مورد عمل. چی رقم؟ لکم دین و کم ولی دین، برای شما دین شماست و برای ما دینم است. یعنی معنا چی؟ هر جا یک مسلمان در دیار کفر می رود، یک مسلمان می رود جهت کدامکار در آمریکا، در انگلیس می رود، در اوجا مسلمان چی می کند؟ اوجا باز بر تو جواز دارد که اگر چی حکومت اسلامی است که تو شراب بخوری، تو زنا بکنی، تو گوشت خوب بخوری و تو برخلاف ارزش‌های اسلامی زندگی بکنی، نه، در اوجا که تو رفتی در حکومت اسلامی، در دار اسلام، و تو دین را باید نافذ بکنی. در اینجا خب مجال خلاف دین نیست. لکم دین و کم ولی دین در کجا هستن؟ در دیار کفر، در دیار شرک، در دیار دار و شر. اونجا هم که با عزت بگو که من مسلمان هستم، برای من ارزش هایم هست، برای من ارزش هایم هست، نه حرام میخورم، نه زنا میکنم، نه فحاشی میکنم و نه رضایل اخلاقی را قبول دارم. برای شما این رضایل اخلاقی تا نزن بینان در حکومت های غیر اسلامی که شما میرین چی میکنن؟ مکلفیت دارن که تطبیق بکنن شریعت خود را سر خودتان. اگر سر دیگران نافذش کرده نمیدونی، سر خود خود نافذش بکن. ولی در دار اسلام چی میکنیم؟ هم سر خود نافذ میکنیم و هم سر دیگران نافذ میکنیم. ما در دار اسلام برکت اجازه نمیدیم که در افغانستان زندگی بکنه خوب بیدینی را بیارد، این را اجازه نمیده. بنابراین در این صورت، این صورت جایگاه دارد. این تطبیقش در کجاست؟ لکم دینکم ولی دین، در دیار کفر، در اوجا که کافرها هستند. ولی در دیار اسلام، در اوجا کسی که خلاف دین میکند با شمشیر است برش، باز در اوجا قوانین خدا سرش نافذ میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سوره مبارکه نصر از جمله سوره های مدنی و از جمله آخرین سوره است که بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل گردیده. بنان در ترتیب نزول 114 سوره است و در ترتیب مصحف 102 سوره است. این سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه توبه نازل گردیده. هدف سوره در حقیقت چگونگی گرامی داشته دین است و هدف دومیشی که تطبیق وعده خداوند متعال که نحن ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، در حقیقت الله او را می دهد. سوره مبارکه وقتی که نازل می شود، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم گریان می کند و کس برش می گه چرا؟ و از گفت که پیامبر ما رحلت میکنه. در یکی از مجالس حضرت عمر رضی الله عنه از صحابه پرسان میکنه که ای اذا جاء نصر الله والفتح هدف چی است؟ کلگی سخنهای خود داشتن. بعد از حضرت عبدالله ابن عباس گفت که نظر تو چی است؟ بعد گفت که سوره مبارکه وفات پیامبر خدا را بر ما شما اعلام کرد. زیرا پیامبر خدا علیه السلام وقتی که دین کامل شود، پوره شود، نصرت خدا تحقق پیدا بکند، بنام پیغمبر از دنیا می رود، از دنیا دیگه باقی نیست، اجا رحلت میکند. و این نکته را تایید میکنه حدیث دیگری که صحیحین است که پیغمبر خدا علیه السلام بعد از نزول اذا جاء نصر الله در رکوع و سجدهش ترک نکرد مگر اینکه میگفت
سبحان ربی العظیم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. در رکوعش میگه سبحان ربی الاعلی ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. ایرا بارها میگه. دیگه در نمازایش ایرا ترک نکرد، ایرا میگه. دی سنت پیامبر خدا چقدر زیبا است که ما شما بخوانیم. در سجده و رکوع ایرا پیامبر خدا علیه السلام بعد از این بعد از نزول از این سوره ایرا میخوان. و از طرف دیگری وعده خداوند متعال هم تحقق پیدا کرد. اذا جاء بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله، هنگامی که آمد کمک خداوند متعال و الفتح و پیروزی خداوند متعال، اذا جاء نصر الله و الفتح، هنگامی که کمک خدا و پیروزی خدا فرا رسد، چی رقم فرا رسد؟ نشانیش و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، و ببین مردم را که داخل میشان فی دین الله در دین خداوند، افواج گروه 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 قوم قومیت و ایمان میارد. در این صورت دینت پوره میشود، دینت کامل شده. فسبح بحمد ربک، پس به پاکی یاد بکو توأم با ستایش پروردگارت را، و استغفره و طلب آمرزش بخوای از او، انه کان توابا، مسلما اوست نیک قبول کننده توبه، انه کان توابا، او نیک قبول کننده توبه است. سوره بر ما چی میدهد؟ یکی که ارگا نصرت خداوند متعال بیاید ای مسلمان ها برای شما، و ببینید که مردم گروه گروه داخل دین میشود. شما چی میکنین؟ پایکوبی میکنین؟ شما باز بلند قصرها را جور میکنین؟ شما باز مردم را توهین میکنین؟ شما خودتان بیدینی را شروع میکنین؟ نه. فسبح بحمد ربک، پس به پاکی یاد بکو پروردگارت را، توأم با ستایش، و استغفر و طلب آمرزش گناهت بخواهی که پروردگار او چیزی که تو بر من نصیب کردی، که مردم گروه گروه در دین داخل میشه و تطبیقش را از ما میخواهد، پروردگارا مرا ببخش، مرا ببخش که او باید مکلفیتی که ما داشتم او را به شکل خوبش اجرا نکردم، از ما با سرشفه اصلا. از با که فتوح خود را، کامیابی خود را جشن که میکنیم، با دروج بیدینی میکنیم، دروج با پایکوبی هستا، دروج با ساز و آواز هستا، دروج با مزخرفات اخلاقی هستا، این کارا را میکنیم، کامیابی خود را با مزخرفات تجلیل میکنیم. حالا که دین بر ما چی میگه؟ هر با کامیابی با آمد بسوید، تو تسلیح پروردگارت را بگو، پاکی پروردگارت را بگو، و همچنان ستایش خدایت را زیاد بگو، و طلب آمرزش بخواهی از خداوند متعال که گناهت الله رو بخشد. اینهو کان توابا، مسلمان الله چی است؟ نیک قبول کننده توبه است. این سوره بر سوره کافرون تعلق گرفت. با کافرها چی بکو؟ قطع روابط بکو، با کافرها ائتلاف نکو، زیرا خامخا خداوند متعال را کامیاب میکنه. نصرت خدا چون فرا رسد، مردم گروه گروه در دین داخل میشوند. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب، سیصلى نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. سوره مبارکه لهب از جمله سوره های مکی است، دارای 5 آیه در ترتیب نزول 111 سوره است و در ترتیب مصحف 111 سوره است و در ترتیب نزول 6 سوره است. بعد سوره مبارکه فاتحه نازل گردیده. گفته میتونیم که این سوره مبارکه در اوائل اعلان اسلام نازل گردیده، به این عبارت که ابو لهب کاکای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، نام اصلیش عبدالعزیز است. این کسی بود که در ابتدا هم بسیار خوش بود به تولد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، و بعدها این بدبختانه چنان دشمنی را به پیامبر خدا علیه السلام گرفت که سیره نویسا میگن که پیامبر خدا وقتی که در خیمه ها داخل میشد، برای مردم اعلام دینش را میکرد و اونها را به توحید فرا میخواند، از او بعد با پشت سرسنگ میزد و پاهای پیامبر خدا را یکان بار حتی با واسطه سنگی که سر روی ثابت میکرد خون میشد. بعد بر مردم میگفت که این دیوانه است، ساحر است، من کاکایش هست، مگه ای راست میگفت ایمان میارم، من میآوردم، وقتی که من ایمان نمیارم شما چرا ایمان میارین؟ به این شکل بر رضالتش به پیش رفت. و از طرف دیگری
وقتی که ای آیه مبارکه نازل شد وان بر عشیرت کل اقربید پیامبر خدا سر کوی صفا کل عرب های وقت را خواستم و قریش را قومش را. از او بعد باز شخصیت خود برش معرفی کرد که شما شخصیت ما را چی جانت بیابی میکنه که آیا من امین هستم؟ کلی گفتن که بله امین هستی. کدام وقت دروغ گفتیم؟ نه دروغ نگفتی. خیرخواه شما هستم؟ بله خیرخواهتان، خیرخواه ماستی. از او بعد گفت که اگر ما به اساس اون صفاتی که شما را پذیرفتین براتان بگم که پشت سر از ایک لشکر بزرگی است که در هجوم بر شماست و شما بر سر شما میاد تکت تکیتان میکنم و از بینتان میبرد، آیا شما مرا تصدیق میکنه؟ کلگی که بله تصدیق میکنم. بنان بعد چی میگد که ببینین ما پیام بر شما آوردیم، اگر تایید بکن الله جل جلاله دنیا و آخرت را بر شما میدهد، سربندارای مردمای دنیا هم میشن و در آخرت هم پیش الله جایگاه بزرگی خواهید داشت، و اگر قبول نکنه عذاب خدا در کمینتان است، بدبخت میشن و مورد خشم خدا قرار میگیره. در این مردم کسی که اول بارخیز و پیغمبر را توهین کرد ابو لهب بود، گفت که بدبخت خدا ما را به خاطر امی فراخوانده بودی کی کلمه را بر ما بگویی. ای سخنا را داد الله جل جلاله ای آیت را نازل میکن در شانش کنی تبک یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دست ابی لهب و تب و هلاک شد. جمله اول جمله دعایی است، تبت یدا ابی لهب، بریده با دو دست ابو لهب و تب و هلاک شد و برباد هم شد. و دومش خبری هم میشود و امیر هم شد. ایرا خداوند مطال به یک مرض گرفت، ایرا بشایش از خانه کشیدن، کسی به نزدیک برش نمیرد، دانش همه تو ورم کرد و دانه گرفت. بعد که موی مرد در سی روز چنان بوی گرفت که بشایش ایرا دیگه کفر نفهمه، به یک چکر انداخت سر سنگار انداختن. الله میگه چونین حلاک میشود، چونین بدبخت میشود یک انسانی که با دین مخالفت بکند. ما اغنا عنه دفع نکرد از وی ماله و مالش و ما کسب و آنچه کسب کرده بود و ما کسب. حضرت عبدالله ابن عباس میگه مراد از کسب میگه چی است؟ اولاد است. او اولاد از کسب انسان است. اولاد به منفعتش نیفتاد، نه تداویش کرد و وقتی که مرد و نه هم من حیث یک پدر او را دفن کرد، بلکه من حیث یک مردار، من حیث یک شی کثیف او را در یک چقوری انداخت. الله جل جلاله می فرماید که برباد بریده با دو دست ابو لهب و هلاک شد خود او. دفع نکرد از وی مالش، مالش از او دفع نکرد و همچنان و ما کسب آنچه کسب کرده بود از فرزند و از زندگی و خانواده. دو دانه دختر پیغمبر خدا علیه السلام با بشایزی بود و این رزیل دیگر روزش کنه یک روی از روزها بر بشایش گفت که یا این دخترای پیغمبر را شما طلاق میدهین و یا که من شما را حق میکنم از خانه میکشم، هر کدامش قبول میکنه. و از دو هم دخترهای پیامبر خدا علیه السلام پیشش آمدن در حالی که گریان میکنن. خب چی گفت است؟ بچه کاکای ما را طلاق داد و از خانه ما را کشید. سخت سر پیامبر خدا تکلیف آمد و رنج دید. الله جل جلاله که حلاق با چنین انسانه سیصلی نارا ذات لهب.